سلام دوستان امیدوارم حالتون خوب باشه تو این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که چطور ماشین لرنینگ رو شروع کنیم و مراحل یادگیریش رو به چه ترتیبی پی کنیم بهتره و پیش بریم خب ماشین لرنینگ همونطور که میدونید الان یکی از پرتقاضا ترین تخصص هاست و همینطور هم تقاضا براش بیشتر میشه حالا کسایی که میخوان وارد این تخصص و این حوزه بشن مشکلی که اکثرا دارن چون خیلی منابع براش زیاده و قسمت هایی که براش باید یاد گرفته بشه خیلی گسترده است اوایل یه مقدار سردرگم میشید که از کجا شروع کنید و چی اول یاد بگیرید تو این ویدیو من میخوام در مورد سه تا چیز صحبت کنم. اول اینکه یه سوالی که برای خیلی‌ها پیش میاد اینه که آیا برای وارد شدن به تخصص ماشین لرنینگ نیاز به بکگراند ریاضی قوی داریم یا نه سوال دوم اینکه چه زبان برنامه نویسی یاد بگیرید و در چه حد باید برنامه نویسی بلد باشید و بخش سوم میخوام در مورد این صحبت کنم که به چه ترتیبی شروع کنیم و از چه منابعی شروع کنیم آخر ویدیو سعی میکنم یه سری نکات کاربردی برای اینکه چطور حالا رزوممون رو قوی تر کنیم و بتونیم بیشتر و تخصصی تر وارد بحث بشیم هم میگم خب بریم سر وقت سوال اول که در مورد بکگراند ریاضیه ببینید خیلی ها حالا کسایی که تازه میخوان وارد این رشته بشن و از ممکنه فیلد هایی یا بکراند هایی به غیر از مهندسی یا ریاضی میان ممکنه بکگراند ریاضی خیلی قوی نداشته باشن و این سوال براشون پیش میاد که آیا من باید ریاضیم قوی باشه برای وارد شدن به تخصص ماشین لرنینگ یا نه ببینید جواب این سوال بعضی شاید بهتون بگن آره بعضی بگن نه و این خیلی بستگی به این داره که شما چطور میخواید وارد ماشین لرنینگ بشید اگر شما بخواید فقط وارد کارهای عملی بشید و پروژه عملی انجام بدید و خیلی تخصصی واردش نشید عنوان ابزار از الگوریتم های آماده ماشین لرنینگ استفاده کنید یا دیپ لرنینگ جواب سوال اینه که نه شما واقعا نیازی ندارید که ریاضیات پشت قضایی ها رو بدونید مثل هر ابزار دیگه ای که استفاده میشه و شما لازم نیست بدونید داخلش چه عملیات ریاضی پیچیده اتفاق میافته. پس بکگراند ریاضی خاصی لازم ندارید و فقط برنامه نویسی قوی داشته باشید اما اگر به صورت آکادمیک یا تخصصی تر میخواید یا تحقیقاتی وارد این بحث بشید بحث هوش مصنوعی بشید قطعا به بکگراند ریاضی قوی نیاز دارید اگر بکگراند ریاضی ندارید باید وارد بحث ریاضی تئوریش بشید یاد بگیرید که بدونید داخل این الگوریتمایی که کار میکنید چه اتفاقی میافته درسته که میگن داخل الگوریتم های دیپ لرنینگ مثل یک جعب سیاهه که توش معلوم نیست ولی مجموعه ای از یک سری الگوریتم های پیشرفته ریاضی و فرمول های پیشیده ریاضی که داخلش هست و کسی که میخواد به صورت تخصصی وارد این رشته بشه و بخواد خود الگوریتم ها رو پیشرفت بده خب قطعا ریاضی هم لازمه بدونه اما همونطور که گفتم اگه عملی بخواید به عنوان ابزار از الگوریتم هایی که آماده هستن استفاده کنید نه بکراند ریاضی نمیخواد. مورد دوم در مورد زبان برنامه نویسی است. ببینید در کل ماشین لرنینگ رو با زبان های برنامه نویسی دیگه مثل C یا حتی جاوا میشه انجام داد، اما پیشنهاد اول همیشه پایتونه، پیشنهاد قطعی پایتونه، چون که هر جا که الان صحبت از ماشین لرنینگ یا دیپ لرنینگه، پایتون بحث اوله یا جاهایی که میخوان استخدام کنن، زبان برنامه نویسی اول پایتونه که میخوان، و، فریمورک هایی که برای الگوریتم ها یا کد های دیپ لرنینگ داره ایجاد میشه مثل تنسر فلو کراس یا لایبرری های قوی که هستن همشون تو پایتونن پس پیشنهاد اول همیشه پایتونه پایتون رو میتونید با استفاده از یه سری کورس ها تا سطح متوسط نه خیلی پیشرفته یعنی سطح خیلی ابتدایی هم نباشید ولی سطح متوسط بتونید یاد بگیرید و بعد برید سراغ ماشین لرنینگ این خیلی مهمه یه سری کورس ها هست حالا من تو کانالم تا یه سطحی پایتون رو یاد دادم لینکش رو اینجا میذارم لینک پلیلیستش رو ولی تو کانال های دیگه هم آموزش برنامه نویسی پایتون هست هر کدوم رو دوست داشتید و به مدل یادگیریتون نزدیکتر بود یاد بگیرید و این پیش زمینه لازم برای اینکه وارد ماشین لرنینگ بشی حالا به غیر از زبان برنامه نویسی دیگه چه چیزهایی لازمه برای ماشین لرنینگ وارد شدن به این حوزه و شروع کار و به چه ترتیبی به بهتره که یاد بگیریم بچا ببینید من پیشنهادم اینه که به عنوان کسی که هم به صورت عملی کار کردم توی این حوزه و هم به صورت آکادمیک الان دارم پیش میرم و به عنوان کسی که هم استخدام شده و هم استخدام کرده یه سری اون مسیری که من فکر میکنم بهتره پیش برید رو بهتون میگم اما باز هر کسی مدل یادگیریش فرق میکنه هر کسی ترتیب که براش مناسبه ممکنه فرق کنه و من من حالا یه پیشنهادی بهتون میدم شما بر طبق نیازهای خودتون میتونید مدل دیگه یاد بگیرید اولین قدم اینه که از نظر من پایتون یاد بگیرید اگه بدت نیستید و حداقل تا حد متوسط یاد بگیرید و بدونید که چطور باید پایتون نصب کنید از پکیج‌ها ها استفاده کنید و یه سری برنامه های ساده تا متوسط بتونید باش بنویسید بعد بیاین با یه سری پکیج های پایتون که واقعا مهم هستن مثل نامپای، پانداز و لیپ آشنا بشید یه ویدیوهای آشنایی باشون ببینید بعد بیایید به صورت کلی با الگوریتم های ماشین لرنینگ آشنا بشید حالا یا یه کتاب ماشین لرنینگ بخونید یا یک ویدیوی ماشین لرنینگ ببینید کورس ماشین لرنینگ هر کدوم یادگیریش براتون راحت تر هست از طریق کتاب یا کورس و قطعا تو منابع فارسی منابع زیاد زیادی هست و منابع انگلیسی هم منابع خیلی زیادی هست ولی بیایید یه کورسی که ساده باشه برای الگوریتم های مختلف ماشین لرنینگ رو معرفی کنه تو این قسمت تو این مرحله شما یاد میگیرید که مفاهیم کلی ماشین لرنینگ چیه سوپروایز لرنینگ چیه آن سوپروایز لرنینگ چیه کلاسفیکیشن چیه کلاسترینگ چیه و این مفاهیم مختلف رو یاد میگیرید و علاوه بر اون یه دید کلی پیدا میکنید که چه الگوریتم هایی چه روش‌های مختلفی در ماشین لرنینگ وجود داره توصیه بعدی اینه که چند تا از اینها رو خوب یاد بگیرید ببینید مثلا یکی از مهمترین ها و اولین ها لینیر ریگرشنه که خیلی هم ساده است یعنی هر کسی که دبیرستان رو گذرونده باشه میتونه لینیر ریگرشن رو بفهمه و یاد بگیره همینطور لوجستیک ریگرشن و دو سه تا الگوریتم مهم دیگر هم حتما یاد بگیرید یکیش کی نیبرهوده و اس وی ام وکتور ماشین یه الگوریتم مهم دیگه هم هست دیسیژن تریز اینم حتما من یاد بگیرید یادگیری این هم خیلی ساده است و شما میتونید کاملا مفهومش رو متوجه بشید خب اینا الگوریتم های هستن که یادگیریشون خیلی خوبه حتی اگه همه جزئیاتش رو نمیفهمید کلیتش رو بفهمید که چیکار میکنه و چطور ترین میشن و چه نوع داده هایی براش استفاده میشه این خیلی تو این مرحله میتونه به ذهنیتتون کمک کنه قدم بعدی اینه که خب برید سمت دیپ و اینجا خیلی مهمه که شما شاخه ای که میخواید برید توش رو و تصمیم گیری کنید و این در حالت کلی دو تا شاخه اصلیه یکی کامپیوتر ویژن یا پردازش تصویره و یکی هم NLP یا Natural Language Processing که مربوط به گفتاره و زبانه اینجا میتونید تصمیم بگیرید کدوم یکی از این شاخه ها رو برید هر دو تاش با هم سخته بتونید متخصص بشید توش ببینید به کدوم علاقه دارید وارد اون بشید حالا یه شاخه دیگه هم هست به نام الابس اگه دوست دارید حالا مهندس اجرایی ماشین لرنینگ بشید این بحثاش مقدار فرق میکنه و بعد اون دیگه میتونید تخصصی تو اون شاخه شروع کنید پروژه پیدا کنید انجام بدید توی کانال من ویدیوهای پروژه های پردازش تصویر هست چون تخصص من پردازش تصویره و شما میتونید با استفاده از اونها یه سری پروژه ها انجام بدید و آشنا بشید اما در حالت کلی یک سایتی به نام کگل هست که توش پروژه های زیادی تعریف شده دیتا ست دارن پروژه ها و توی اون میتونید پروژه انجام بدید برای خودتون پروژه تعریف کنید از دیتا ست هاش استفاده کنید و نتایج خودتون رو با بقیه مقایسه کنید خیلی انتظار نداشته باشید اول کار که بتونید بهترین نتیجه رو بیارید ولی خب سعی کنید با مثال هایی که اونا انجام دادن شروع کنید و کارها رو انجام بدید و پروژه رو انجام بدید و سعی کنید هی نتیجه خودتون رو یکی دو بار بهبود بدید این پروژه کگل خوبیش اینه که خب توی رزومتون هم میتونید ذکر کنید که این پروژه رو به صورت عملی انجام دادید و مهم اینه که اگه شما به صورت عملی میخواید وارد بازار کار بشید اگه یک پروژه تو رزومتون داشته باشید یک که نه حالا چند تا پروژه تو رزومتون انجام داده باشید که بتونید بگید که من این کارا رو انجام دادم و مسلط باشید که اگه مصاحبه کننده ازتون بپرسه که در مورد جزئیات اون پروژه ازتون بپرسه بتونید در موردش توضیح بدید این خیلی بهتون کمک میکنه خب پس این توضیح این بود که چطور وارد فیلد ماشین لرنینگ یا تخصص ماشین لرنینگ بشید من بنا به تجربه خودم البته بازم میگم هر کی مدل یادگیریش متفاوته اما من بنا به تجربه خودم سعی کنید کلی شروع کنید و یه آموزش کلی روی مباحث مختلف ببینید و بعد شروع کنید تخصصی توی یک شاخه پروژه انجام دادن و حین انجام پروژه وقتی راجع به یک الگوریتمی نمیدونید یا یک اصطلاحی نمیدونید کنجکاو میشید اونو برید مطالعه کنید مشخصا اونو برید مطالعه کنید نه اینکه حالا اول کار یک کتاب قطور ماشین لرنینگ بردارید از اول صفر تا صدش رو بخونید اون واقعا اکثریت یا اکثرمون حوصلهمون نمیاد و به درد هم نمیخوره و یاد هم نمیگیریم اونجوری خیلی بهترین کار اینه که اول یه دید کلی پیدا کنید راجع به الگوریتم ها که در ماشین لرنینگ وجود داره و بعد که وارد انجام عملی کارها میشید اگه جایی به چیزی خوردید که معنیشو نمیدونید یا دوست دارید رو بیشتر بدونید اون وقت برید اون مورد خاص رو مطالعه کنید حالا در ادامه من سعی میکنم ویدیوهای بیشتری در مورد ماشین لرنینگ بذارم و آموزش ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین لرنینگ و امیدوارم همتون توی این مسیر موفق باشید پس فعلا تا ویدیوی بعد خدافظ